خیلی خیلی سخت بود اون اولش. برای اینکه میدونستی که میخوای این کار رو بکنی. آره من از همون لحظه که پرسید میدونستم من I'm trans. یعنی هیچ شکی نبود توی برای هیچ اون چه کدوم. جوری بود چاندیز؟ برای اینکه خب اون یه دختر لزبین بوده که با یه دختر دیگه لزبین بوده، وقتی این دختر لزبین پارتنر تصمیم میگیره که سکسش رو عوض کنه، خب اون رابطه چی میشه؟ پاردن من خودش رو لزبین نبود که مخصوص لزبین باشه، اون خودش رو پنسکشون میشناسه که یعنی خب فقط هر کی دوست داره و باش عشق پیدا میکنه دوست that's داشتن okay. فقط Yes. Yeah. مهم نیست Yeah. که جو. اگه لزبین بود خب برای اون مشکل دیگه است که ما مشکل نداشتیم، ولی yeah, that's a problem برای بعضیا. اگر که اون خانم بودن مهمه، خب آره ترانزیشن کردن خب سخته مثل اون دوتا. و بعد اون تشویقت کرد که شروع کنی و این ترانزیشن رو بکنی. بعد چی بود؟ این پروسه چه جوری بود و به خانوادت وقت چه جوری گفتی؟ حالا اینش جالبه، ولی وقتی که بعد از اون دو سه ماه که دپرس بودم که اصلا در اومدم، یه جوری به خودم گفتم خب دیگه یالا دیگه آره 24 سال از دست دادیم، گفتم دیگه بریم جلو، هرچی دکتر و قرص و آمپول هرچی لازمه بریم جلو. یعنی فورا همه رو چیندم، اپوینتمنت ها رو گذاشتم و شروع کردم با ترانزیشن خودم. و آره دیگه بعضی میگن خب خیلی مثلا عجله نکن تو این وضع، من دیگه یعنی از ته دلم وقتی که فهمیدم تو 24 سال صبر کرده بودی. آره همین به نظر من گفتم ما هاردی وایستادیم، ما فکرشو کردیم دیگه تموم تو شد چهار میخوایم. ساله دارم فکرشو میکنم. آره آره دقیقا آره. و آره دیگه رسیدیم به اون موقع که بعد به خانواده گفت دیگه، وقتی که آدم بخواد ترانزیشن بکنه میدونستم که آره دیگه وقتی که تستوسترون بخورم و بدنم عوض بکنم دیگه نمیتونی قایم بکنی، این دیگه ریش و سیویل و بدن و از اینجور چیز دیگه نمیشه به تو کلازت بشینی، در واقع بعد دیگه بیای جلو بگی من زندگیم اینه و تصمیمم اینه. و من خیلی ترسیده بودم، من به نظر من در سال 24 سالگی اگه از من پرسیده بودی میگفتم وقتی که من مرم جلو بگم که من ترنس هستم خانواده رو از دست میدم. من نظرم همین بود از همه اینا که شنیده بودم توی بچگیم، من گفتم آره اگه بگم ترنس هستم من میندازن که نه، میگن دیگه ما نمیخوایم نیا و تو جزو جمع نیستی. و من ترسی بودم که همین اتفاق بیفته. و خب نمیتونم همه رو، داستان خیلی طول میکشه، ولی خب داستان مادرم رو تعریف میکنم، مادرم از همه مهمتر. آره نه بگو، وقت داریم، اگه میتونی بگو، من دوست دارم یه ذره یا دیتکت داشته باشیم. آره حالا اینجا که راحتی. یا بالا مهمتر از همه خب مادر من بود. و مادر من آره خیلی توی فکر خودش خیلی ضد آدمای گی بود، همیشه حرفا رو میزه، همیشه از آدمای کویر، از آدمایی که ترنس به نظر میامدن تو خیابون خیلی بعدش میامد و حرف بد میگفت. و من خیلی ترسیده بودم که برم به همچین آدم بخوام بگم که منم جزو اونام. ولی آره دیگه یه روزی تصمیم گرفتم باید بهش بگم، بکنم همون دو سه هفته قبل از اینکه آمپول اولم زدم میخواستم بهش بگم که داره یعنی من دارم این کارو میکنم. و آره دعوتش کردم بیا آپارتمان خودم توی همون لس آنجلس. و آره تو عمرم هیچ وقت نگفتم مادر بیا خونه من میخوام با حرف بزنم، یعنی خب اونم فهمید که یه چیزی جدی میخوام باش بگم و بیاد تو خونه. دوست دخترم فرستادم گفتم برو بیرون میخوام حرف بزنیم و اونم رفت. و آره دیگه دعوتش کردم من تو خونم و نشست روی مبل و گفت چطور چیه. بعد قشنگ بهش گفتم من دختر نیستم همین. و دیگه بحث باز شد و شروع شد، یعنی گفت اون یعنی چی بود ریاکشنش وقتی گفتی ماما من دختر نیستم؟ چی بود ریاکشنش؟ والا بگم اولش گفت که شما که آردی همه کار کردی، گفت لباسای پسرونی میپوشی و موهاتو مثلا کوتاه کردی و آردی همه رو کردی دیگه چی مونده. خب
که درست میگفت اگه قرار بود توی بدن یعنی زنم بمونم، خب آره دیگه لباس عوض کرده بودم، آره دی موامو کوتاه کرده بودم، ولی گفتم نه من ترنز هستم و میخوام شروع کنم با ترنزیشن. و اونم والا مادر من ترسیده بود، نگران بود، بچهش میدید جلو چشمش نشسته داره یه حرفای میزنه که هیچی راجبش نمیدونه، ولی ترسیده بود، گفت نمیدونم قرار چی بشه به ولی مادر. شوک بود، گریه میکرد، چیکار کنم؟ شوک بود یا حتما، آره حتما، از یه طرفی شوک بود، از یه طرفی از همه از اولش میدونست، از آدم بچهشه میدونی، یعنی از هر دو ور یه جوری. آره مثلا گفت I didn't know, I had no idea. از اون برم میگفت خب yeah, I've always known, you've always been like this, right? So هر دو، تو دینایل هر دو بوده، یعنی میدونست سوی تو دینایل بوده دیگه، انکار میکنه. فکر کنم خب اونم خب مادر ایرونی گفت که من نمیدونستم یعنی چی، من نمیدونستم چجوری کمکت بکنم، ترنس بودن اصلا معنیش چیه. خب اونم حق داره، نمیدونه چیه، نمیدونه چجوری بچه رو کمک کنه. خب منم دیدم تو اون لحظه، دیدم یه مادر پر از عشق ولی پر از ترس، معلوم بود، معلوم بود. و آخرش خب آره گریه و رفتیم، منم حرف زدم، اونم حرفش زد. ترسش از چی بود دقیقا؟ از اینکه داره بعد دخترش مادر از رو دست میاری میده؟ مصاحبه مادرم بکنی؟ نه میخوام ببینم که، نه میخوام ببینم که ترسش از خجالت بود باز هنوز، یعنی اینکه به بقیه چی بگم بود، آیا گریف بود اینکه دخترم رو دارم از دست میدم، آیا این بود که چرا زودتر کمکش نکردم، چون همش با هم بوده دیگه احتمالا. آره فکر کنم والا بیشترش به نظر من همون شب که به من گفت بود که میترسم از لحاظ طبیعی اصلا بدنت چیکار میخوای بکنی، سالمی؟ اگه اینا رو بخوری چی میشه بدنت تو، چی میشه مریض نشی، نمیدونم عمل بکنی چی بشه، بدنت خراب نکنن، اینجور چیزا. از طرف فکر کنم سالمی نگران بود اولش، بلکه واسه مامانم خب خیلی مهمه، خب اونم حق داره خیلی نگران مهمیه، ولی از اون برم خب آره دیگه خجالت، چی بگم فامیل دوست چی بگیم، دختر 24 سالمون داره پسر میشه، یعنی چی، چجوری توضیح بدم به دوره، یعنی خب حتما اونم بود. بعد تو رفتی تو این پروسه ترانزیشن، آمپول و هورمونا شروع کردی خوردن، از اون طرف مامانت هم مجبور شد که بره به بابات بگه، آره مام... به فامیل بگه، آره آره به پدرم مام گفتیم. برای من تو موقع، تو مدت زندگی مامان من با من نزدیک تر بودیم، واسه همه اونو دعوت کردم، با اون گفتم. ولی آره دیگه دیگه مجبور شدیم به همه بگیم، عمه بگیم، دایی بگیم، هر کی هر چی بود، خاله بگیم، به همه. بعد گفت دیگه هیچ جوری دور این نیست. وقتی که یه هایی ریش سیبی اونا چجوری بود؟ اونا چجوری بودن؟ والا تصمیم گرفتن چجوری گفتن به همه، آخه خانواده ایرانی خب بزرگه، خیلی کار سختی بود. و من از خودم پرسیدم چرا دارم تک تک با همه میرم میگم این، خب این خیلی خیلی خب نه تنها وقت ولی انرژی و احسا خیلی چیز مهمی بود. و من گفتم یعنی نباید به همه گفت اینطوری، خب مادر مادره، اگه دو سه تا دورید هست که خیلی واسه مهمن میتونی به اونام بگی توی مثلا دور هم، ولی گفتم دیگه از یه جایی دیگه دیگران میفهمن دیگه، من نمیتونم همه رو برم تک تک مثلا عمو این بر عمو نمیدونم دایی تو این بر ایران و فلان، من نمیتونم این دیگه با همه کار زندگی رو بذاریم کنار اگه میخوای به همه اینا رو بگی. و آره به چند تا گفتیم و آره سخت بود، سخت بود، برای اینکه از جوونیم همیشه فکر کردم اگه این حرف بزنم همه رو از دست میدم. و برای من خانواده خب ایرانی هستن دیگه، واسه خانواده از همچی مهمتر بود، ما اینجوری آره that's what I was taught that's what I was raised. و هیچی مهمتر نیست. و اگر یعنی یه وقتی که شروع کردم این پروسس فکر کردم یا خودم انتخاب بکنم یا خانواده، و
خیلی خیلی ناراحت شدم با این تصمیم. خب گفتم چرا باید یا خودم ترنس بودم و انتخاب کنم یا خانوادم. یعنی تا 24 سالگی خودم انتخاب نکرده بودم، خانواده رو انتخاب کرده بودم، راضی بودن اونا. و آره دیگه تا یه جایی رسیدیم که گفتم من دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد. وقتی که دیدم میشه ترانزیشن کرد، گفتم من باید این کار رو بکنم بس خودم، باید زندگی خودم زندگی یعنی باید بکنم. آره ترانزیشن چجوری بود؟ این پروسه چجوری بود؟ چقدر طول کشید؟ یا چجوری بود سختش؟ یا ببخشید سوالا اینجوری میکنم نه چون نه خواهم خواهم بدونم نمیدونم. والا فرق میکنه بگم که ایرانی بودن، ژن ایرانی بودن و ترانزیشن این بر از زن به مرد خیلی خوب کمک کرد. ریش و سیبیل یهوی در اومدن و واسه مو خیلی راحت تر بود. ولی میدونم برای بچه های مرد ترنز آمریکایی یا جای دیگه خیلی مثلا 6-7 سال طول میکشه ریششون در بیاد و اون واسه اونا خب سختره. واسه ما هم آه خب اینو ایرانی میام بودم پشمالو هم احتمالی دختر پشمالویی هم بود یاره. فورا ما ریشمون در اومد و آره راحت تر بود برامون از اون لحاظ. ولی آره دیگه تقریبا سه دو سه سال طول میکشه که یعنی اینجوری هست دو سه سال که کاملا یعنی کاملا جا بیفتی توی آیدنتیتی جدید تو. بگم که بعد از 6 ماه خب دنیا شروع کرد منو مرد میدید. بعد از آها 6 ماه آها که آمپول می زدم. ولی فکر کنم دوباره بگم برای اینکه ایرانی بودم پشممون که در اومد به زودی خیلی راحت بود. خوشحال ولی شدی، خوشحال می شدی هر دفعه می رفتی می دیدی که این بدن داره تغییر میکنه، یه لیبریشن بوده. It was huge. من یعنی فکر کن اصلا آدم باور نمیشه ولی من خب بگو 20 سال خانم زندگیمون خانم بود. خب بعد یهویی مثلا میری به اقبالی آقا بهت بگه مثلا آقا اینو به من پاس بده. من ای با کیه؟ با منه. با منه آقا منم. یعنی آخ خیلی جون. it's crazy آره it's crazy crazy experience که دفعه اول که بهت میگن آقا یا یه همچین حرفی میگن که معلومه شما طرف مرد میبینن دیگه. it's crazy. کریزی ولی حال خوب دیگه، یعنی بالاخره آره قبول شدم، بالاخره من اونجوری که باید دارم پرزنت میشم. آره واو. آره خیلی خیلی اصلا باور نکننده است. I can't even believe that هنوز من I don't know now it's been 6-7 سال و هنوز میرم بقالی یکی من میگه آقا. من گفتم ای با کیه؟ با منه. هنوز یعنی هنوز باور نمی کنه. آره it's crazy. آه. It's wild. یه جا قبل از ترانز، یعنی قبل از اینکه قبل از ترانزیشنت که هنوز به عنوان دختر با پارتنرت با هم رفتین ایران، با درسته؟ پارتنرم نرفتم. تنهایی نه رفتی؟ من تن آه تو تنها رفتی، ولی آخرین سفر، یعنی اولین آخرین سفرت بود به عنوان یک زن رفتی ایران رو تجربه کردی. زن بودن تو ایران تو اون سفر چطوری بود؟ بله. والا من خیلی خوش گذشت، خیلی ایران دوست داشتم، خیلی خوب بود. ولی آره خب دیگه دختر بودم دیگه، روسریم پوشیده بودم و ولی از خب درونی خودم خب مردونه بودم. یعنی من خودم گفتم من میرم تنهایی، میرم موزه فلان تنها تو تهران. من هیچ رو نمیشناسم، نمیدونم کجا دارم میرم چیکار میکنم. ولی از ولی خودم به عنوان یه جور یه کانفیدنسی زن بودم. تو تهران چجوری بود اکسپریانس؟ والا من واسه من مهم اون که مهم بود که تو ایران بودم. من تو اون مدت خیلی I was just searching to absorb ایران. میخواستم ببینم ایران چی بود. یعنی کل زندگیم همه حرفشو میزنن، تعریف میکنن، داستان میگن. من رفته بودم ببینم خب چیه ایران. و حالا دختر بودن خب آره یه چیزایی بود ولی برای من اون چیزایی که شنیده بودن خیلی بدتر بود. یعنی بگم که داستانایی که میگذره توی جمعای
لس آنجلس بیشترش حرفای بد بود، یعنی انقدر میترسیده بودیم، بچه ها میگفتیم ایران، یعنی انگار ایران زندان بود اینجوری که حرفش میزدن. ولی وقتی رفتم یعنی خب آره خانم بودیم، مثلا میری پشت اتوبوس میشین، نمیدونم برای این بر تاکسی بشینی اینجور چرت پرت، ولی خب ما هم دیگه خواستیم ایران رو ببینیم، نه که بریم فوش بدیم، خواستیم ببینیم ایران چیه، کیه، کجاست، غذاش چطوره، معماریش چیه، زبونش چجوریه. و من خیلی دوست داشتم کل ایران رو ببینم، بس همین علکی هم یه هفته دو هفته نرفتم، 3 ماه رفتم، من همه جام رفتم، نه فقط تو تهران نشستم، همه جا رفتم. خیلی سفر خوب بود، خیلی یاد گرفتم، خیلی واسه من مهم بود، خدا رو شکر رفتم. نتیجه کتابی بود که نوشتی. آره یه چیز شورت ستوری نوشتم، آره راجبه، آره تجربه و چیزایی که دیدم و یاد گرفتم. و حالا back to بعد از ترانزیشن و اینکه اولین بار که بهت میگه آقا، آره بعد سر اسمم معمولا فامیل و اینا که عادت کردن به یه اسمی، عادت کردن به اسم دخترت، خیلی بعدا سختشونه، مثلا میتونن اشتباه کنن، اشتباهی اسم قبل اساسا که دد نیم بهش میگن. اون چه جوری بود برات؟ والله خیلی جالب، اسم شاندیز بود. من اسم از برخوردی، آره شاندیز، شاندیز راست میگی؟ آره شاندیز، والله به نظر من، به من میگن یعنی یه خب میدم کبابی تو تهران، ولی به کنار اون شاندیزم یه شهر تو مشهد بکنم، یه شهر، یه شهرستان، حالا یه شهر کوچیک هرچی باشه. و آره از بچگی اسمم شاندیز بود و رسیدیم به این موقع که تصمیم بگیریم مثلا اسممون عوض کنیم، مثلا اسممون خیلی پسرونه بکنیم. و من گفتم والا من اسمم دوست دارم، من نمیخوام عوضش بکنم. و خیلی ممکنه بعضی بگن خب نمیدونم قبول نکنم، بگن دخترونه است، بعضی اصلا نشنیدن تا حالا نمیدونن. خیلی من اسم، من تو اولین کسی هستی و من فکر کردم یه اسمی که خودت برخود میدونستم شاندیزیه، کبابیه تو مشهد و اینا، ولی شاندیز به نظرم خیلی جالب بود. فکر میکردم اسمی که برخودت انتخاب کردی خیلی جالب. پس از پس این بخشش بر تو خدا رو شکر به راحتی گذشت. آره. من اسم بگم، پدر مادرم یه اسم آمریکایی بهمون دادن، اسم فارسی بهمون دادن که مثلا زندگیمون راحت تر باشه تو آمریکا. و اسم اولم آمریکایی بود که خیلی خانه، یعنی دخترونه است، اون انداختیم. آره ولی فامیل ایرانی دیگه، فامیل ایرانی همیشه شاندیز بودم و هنوز شاندیز هستم و آره برای من مشکل نبود. آره با فامیل چطوری بود؟ فامیل چجوری تحویلت گرفت وقتی که فهمید داستان و کازن، خاله، عمه اینا؟ خب دیگه همه رو که، یعنی همه به من فکر کنم، خیلی فکر میکنم مثلا من پودیوم بگیرم، آدیتوریوم بگیرم واسه خودم سخنرانی مثلا پخش کنم که من ترانسجندرم، یه جوری مثلا اناونسمنت بگم اینجوری. ولی راستش بخوای یه جوری مثلا به دو سه تا گفتیم، اونم دیگه یواش یواش میگن و یه عکس میذاری رو اینترنت و دیگه یواش یواش دیگه میفهمن ایرانی ها ماشاءالله با هم حرف میزنن و همه دیگه فهمیده بودن. و هیچکی به من حرف بدی نزد، هیچکی نیومد به من حرف بدی بزنه، که خدا رو شکر میدونم که خیلی حتما میتونستن حرفای بدی بزنن، ولی بیشترش حرفای خوبی بود. و وقتی که رفتم تو جمع و دیگران رو دیدم، دیگه اصلا انگار نه انگار دیگه شاندیزمون اینجوریه و قبولش میکنیم و دوستش داریم و آره دیگه. حالا یه نفر اینجا نوشته بود که شاندیز یعنی شکوهمند، یعنی عظمت. معنیش رو من نمیدونستم. مرسی، چون خدا دوست. آره دمتون گرم، هرکی که اینو نوشته بود بعدم میکنم دمتون گرم، که چقدر هم قشنگ، چقدر هم معناش قشنگه. بعد چی شد شاندیز؟ بعد این ترانزیشن انجام شد و با پارتنرت رو ادامه دادی زندگی رو با علی؟ کی تصمیم گرفتین بچه دار بشین؟ چون میدونم الان یه بچه هم داری. بله، اینم خیلی سوال بزرگیه. خیلی بانک از بچه، خب توی جمع خانواده ایرانی مخصوصا اونا که خیلی کلاسیک مایندد هستن، خب
شوهر میکنی، بچه دار میشی، تموم شد و رفت. یعنی زندگی کاملا نقشه رو کشیدیم. و وقتی که معلوم بود که من خب کویر هستم، به خودم گفتم خب بچه داری نمیشه دیگه، تموم شد دیگه. یعنی کویر بودن یعنی نمیشه بچه داری، اصلا با هم نمیشه جور با شد. هم جور یعنی نمیشه. آره. و وقتی که خب ترانس جندر گفتم، ترانس هستم دیگه، کاملا دیگه گفتم اصلا به نز کنار دیگه نمیشه اصلا. ولی آره یه جوری شد. یه جوری شد. من اتفاقا یه دوستایی دارم، اونم ایرانی، کویر و ترانس کپل عین ما، مردش ترانس و دختر کویر. و من یادمه که هی میگفت ما میخوام بچه دار شیم، من گفتم برو بابا نمیشه، یعنی چی خیلی سخته و آی وی اف و گرونه و آمپول و یعنی خیلی خب کار سختیه. بعد اون گفت نه خیلی دوست دارم و میخوایم و میریم جلو و کرد. یعنی من هیچ وقت یادم نیست که وقتی بچهش به دنیا آمد از بیمارستان به اون فیس تایم کرد با بچه نوبورن، تازه اصلا یه ساعتش نبود، من اصلا I blew my mind. It was یعنی دیدم خانمش حامله است، دیدم بیبی شاور، برایدل شاور، فلا همه رو دیدم، ولی وقتی که بچه به دنیا آمد من گفتم oh my god, you know, they did it, they had the baby, they did it, but I'm gonna be able to do it too. و بعد شروع شد سوال پرسیدیم از خودمون، ما میخوایم همچی کار بکنیم؟ حالا که دیدیم میشه کرد، ما از خودمون پرسیدیم ما میخوایم بچه دار بشیم؟ بعد دیگه بعد از 2-3 هفته گفتیم خب معلومه ما هم دیگه میخوایم هم کار بکنیم، و رفتیم جلو و ما هم آره همه رو کردیم و آی وی اف و فلان و بالاخره آره دقیقا یه هفته بعد از نوروز پارسال بچه اولمون به دنیا آمد. آره it was crazy. بچه اول مگه بچه دو فامشون هم اومد؟ نه هنو نیومده ولی خب فکرش هست خب بشه من اینجوری بگیم، اینجوری بگیم که دومیش ایشالا بیاد. دختره یا پسره بچه هم؟ والا دختر به دنیا آمده، ولی خب ما آماده ایم از طرف پدر مادر که هر چی نشون بده علاقه داره، هر چی میخواد، هر جوری بره جلو ما پشتش هستیم و هر چی بشه آره دیگه ما کمکش میکنیم. آره. بعد کاری هم که میکنی، گرچه من بگم که من اونجایی با تو آشنا شدم که دیدم یه سری مگزین در میاری، مگزینی به اسم خجالت در میاری، یا هر سال یه بار در میاد، نه 3 ماه یه بار، که خودت بگو چیه داستانه این، و اسمش هم خب خجالت. بله. به فارسی بله. آره آره خجالت بله شروع شد در اتفاقا اول کووید، یعنی میشد فکر کنم بهار 2020، ما همه دیگه لاکداون و تو خونه و تنها و بیکار و خسته و کوفته، و ما به خودم گفتم یه کاری بکنیم. به خودم گفتم اینجا نشستیم یه کاری بکنیم. و داشتم دکترام رو تمام میکردم، یکم وقت داشتم و به خودم تو اون موقع گفتم چجوری بتونم به بچه های کویر و ترنز ایرونی کمک بکنم، برای اینکه بزرگترین درد زندگی من تا اون ترانزیشن من بود تنهایی، تنهایی و باور کردن که واقعا من تنها آدم ترنز ایرونی هم تو دنیا، یعنی اینجوری به من فهمیده بودن، اینقدر چیز بدیه که هیچ کس دیگه همچین زندگی نداره. من واقعا فکر کردم من I'm the only queer Iranian. واقعا اینجوری فکر کردم. یعنی that's how serious that was. The pressure. و وقتی که توی کووید لاکداون بودیم، من به خودم گفتم خب این که نمیشه، من قبول ندارم. باید queer ایرانی باشه تو این دنیا. خب و I put out a call for submissions. یعنی یه چیز پست نوشتم که هر کی ایرانی هست و queer هست و میخواد تجربهش رو شیر بکنه، من قبول میکنم و همه رو قشنگ میچینم و چاپ میکنم. سالی یه بار تصمیم گرفتم توی ماه جون برای پراید سالی یه بار این کارو بکنم. و دیگه بچه ها فرستادن، هر کی دید پستو، یکی مثلا شیر مینویسه، یکی عکاسی میفرسته، یکی
داستان کوتاه نوشته، نمیدونم هر چی، همه یه جوری نوشتن و اولین خجالت رو چاپ کردیم و پخش کردیم توی جون 2020 و I've been doing it ever since. و الان داریم مال میشه پنجمیش، داریم دارم جمع میکنم شعر و نوشتنی و اینجور چیزا و آره میخوایم جون ایشالله ماه دیگه دوباره پخش میکنم خجالت ادیشن پنجم میشه. آره و قشنگ یه کامیونیتی خودتو پیدا کردی. آره با داستان من اصلا من روز به روز باورم نمیشه چقدر کویر ایرانی وجود داره. من همیشه فکر میکنم دیگه تموم شد، دیگه هممون دیگه رسیدیم تا آخرش، ولی واقعا ماشاءالله ماشاءالله ایرانی خیلی هست توی جمعمون، هم کویر و ترنس خیلی هم هستیم و من هر روز خوشحالترم که بیشتر و بیشتر میان جلو واسه مون عکس میفرستن، شعر مینویسن، حالا هر چی، حالا یه مسیج هم میفرستن، یه هارتی، حالا هر چی، یعنی که خب هستیم و خیلی خوشحال میشم اینا رو میبینم. آره هم احتمالاً اونا هم حتما خیلی خوشحال میشن که ببینن یکی اینجوری جمعشون کرده داره بهشون وایس میده و آره آرزو من بود که هیچکی تنهایی که من کشیدم نکشه اونجوری مثلا و همه سرن کشیده و اکثرن کشیده بودن. آره خب معلومه، من اینکه خب هممون توی یه فکری هستیم که هیچکی نمیتونه کویر و ایرانی باشه توی زندگی، یعنی نمیتونه یا کویر هستی یا ایرانی هستی، این خیلی مشکل بزرگی برای جالب بفتی یا کویر هستی یا ایرانی هستی. آره آره و خیلی سخته که ما بالاخره خودمون رو یه جوری ببینیم، ما هم ایرانی هستیم هم کویر هستیم توی یه بدن، خیلی سخته رسیدن به اینجور. آره بعد الان میبینم که این روزا توی صفحه اینستاگرامت میبینم که خیلی تبلیغه یه سری ورکشاپ رو میکنی. بله بله من چه داستانی؟ آره همین آرزون بود که هیچکی کویر ترنز ایرانی تنها نباشه، فکر نکنه که هیچ کس دیگه تو دنیا نیست که تجربه شبیه خودش داره. و آره ورکشاپ ها سالی دو سه بار نگه میدارم، گروه خیلی کوچیک و فقط برای ایرانی کویر و ترانس، بچه های ایرانی مخصوص ما. و بیشترش چیه ورکشاپ ها راجبه چیه؟ بالا راجبه چیه؟ راجبه تجربه مون، زندگیمون، چجوری حس چی داریم توی آمریکا ایرانی بودن، ولی نه تنها ایرانی بودن، یعنی حالت گروپ تراپی داره ورکشاپ ها، حالت گروپ تراپی، ولی خب از یه طرف ما هم دیگه استاد بودیم و یه جوری متریال میارم جلو که مثلا بچه‌ها بخونن یاد بگیرن تاریخ، عکسای مثلا کویر ترنز ایرانی بودن توی مثلا 100 سال پیش، زندگی ها اونا، داستان که اونا بفهمن چیز جدیدی نیست کویر بودن، چیز جدیدی نیست، همیشه بودن، نه تنها توی آمریکا تو دایاسپورا، ولی حتی توی ایران هم بودن، هستن و ادامه دارن، یعنی ما همیشه بودیم و همیشه هستیم. و این جور حرفا بحثا تو گروه دیگران مثل خودت خیلی روح آدم اصلا زیر رو میکنه، خیلی کمک کنه. همون حالت تراپیوتیکه در هر حال، اگه تراپی هم نباشه تراپیوتیکه. بعد میبینم که وقتی که اسمتو میذاری پرونام میگی they them، که خب این فقط به انگلیسی هست، ما تو فارسی خدا شکر این یکی رو نداریم. نه ما این یکی نداریم، نه اوه دیگه اصلا اوه. ولی برای من جالب بود که بدونم چرا he him نیست، چرا them they. برای اینکه من خب همه دیگه انتخاب خودشو میکنم، من با هی هم ناراحت نمیشم، بعضی خب ممکن ناراحت بشم بگم من واقعا خیلی دیدم واسه شون مهمه، برای من یه جوری حس میکنم آره ترانسجندر مرد هستم، آمدم کاملا این بر کسی منو ببینه تو خیابون اصلا هیچ شکی نداره من مردم، ولی دیدم یعنی it honors both of my life experience. اینو بگم اینجوری بگم آره من اگه بگم کی فقط هی، یعنی I feel like زندگی از دست میدم. ولی تو خب حسن اینه که تراپی هم زیاد باید رفته باشی دیگه، یا داری میگی رفته باشی؟ یکم رفتیم، یه کارایی کردیم. چقدر
طول کشید تا اون زندگی قبلت رو اینتگریت کنی؟ یا هنوز اینتگریتش نکردی؟ نه، به نظر من وقتی که شروع کردم چیزم عوض شد، شکلم و بدنم مردونه شد، خیلی راحت تر بود. اصلا I was night and day. قبل از اون خیلی عصبانی بودم، ناراحت بودم، دعوا میکردم، ایموشنال بودم خیلی. ولی وقتی که when my physical body changed، وقتی که بدنم بود اونطوری که من میخواستم باشم، I felt at ease. It was amazing. It was like, oh, is this what it's like to wake up and be okay with your body? یعنی خیلی اصلا کاملا خیلی and yeah, I could breathe, you know. یه جوری شد که میتونستم راحت نفس بکشم و زندگیمو برم جلو، هر کاری میخوام. من به خودم گفتم یعنی دیگران فقط نگرانن کجا برن شام بخورن، مثلا چی کار بکنم با شنبهشون. ما هم هی با خودمون دعوا داشتیم و اینکه از خود بدنمون ناراحت بودیم. وقتی که رسیدم به بدن که خودم راضی بودم، خب خیلی زندگی راحت تر شده بود. خب حالا مشکلام عادی هست. بدن قبلی هم جز به خودت میدونستی یا اصلا میخوای؟ ولی گفتی میخوای آن کنی دیگه، گفتی آن جز به من هست، جز به داستانم هست. There's no way around that, you know, that's part of it. I, you know, هیچ وقت I'm never going to be a cisgender man. یعنی تالا, you know, that's what it, حالا درسته که خیلی خیلی نیازه که جامعه کویر ایرانی گروه داشته باشه، احساسه یعنی اینکلوژن بکنه و این اینکلوژن خیلی مهمه برای دوستایی که دارن ما رو نگاه میکنن. تم امسال آیداها بیت بود هست که وقتی راجع به حقوق بشر حرف میزنیم، حقوق بشر یعنی حقوق همه، فرقی نمیکنه که چون مشکل اول معمولا از پدر مادر رو شروع میشه، یعنی اون هوموفوبیا ترانسفوبیا اول از توی خونه شروع میشه. برای پدر مادر رو گفتی که داری برای اونا هم یه سری ورکشاپ های اینا میذاری، گذاشتی یا قراره که بذاری؟ آره، اونا ورکشاپ نیستن، اونا one on one session هستن. برای اینکه خیلی خیلی سخته واسه پدر مادر، مخصوصا واسه ایرونیا. خیلی مشکل is private, it's sensitive, it's scary. و من I don't see Iranian parents joining a group quite yet. پس همین one-on-one الان من I hold private sessions با پدر مادرها، و نه تنها پدر مادر، ممکنه مثلا خواهر باشه، مادر بزرگ باشه، هر کی باشه، عمو باشه، هر کی که توی زندگیش یه آدم ترنزی داره، آدم کویری داره که میشناسه ولی کمک میخواد در طرف مثلا بفهمه چی هست، چرا، چی شد، من چی کار کنم، چجوری باشون رفتار بکنم و احساسای سنگین خودم رو کجا ببرم. خب مشکل من اینه، برای اینکه بیشتر پدر مادرها وقتی که بچه بیا خونه بگه مثلا من ترنز هم، فکر میکنم کویر هستم، حالا هر چی باشه، خب اولین جوابش اینه خب میترسم، واقعا یه ترس شدیدی دارن و به جای اینکه برن کنار با یکی حرف بزنن، فوری به بچه میگن یه حرف بدی میزنن، میگن گم شو، نکنی کارو، نمیشه، حق نداری و فلان، فحش میدن. خب و به نظر من خیلی مهمه که پدر مادرها، حالا هر کی باشه، بتونن یه جایی داشته باشن با یکی که میشناسه، تجربه داره، بتونه کمکش رو بکنه که واقعا یاد بگیرن و سوال بپرسن و بفهمن که ترنس بودن خیلی اتفاقا کار بدی نیست. بفهمید چی میپرسن پدر مادرایی که الان تو میبینی، اندیویجوالی میبینی، چی میپرسن؟ والا a lot of it is fear. همون ترس، خیلی هم میترسن ولی که فکر نمی کنم میترسن، اینش سخته، اینش خیلی سخته، نمیدونم که مثلا کانشس نیستن که اویر نیستن که میترسن. ولی جالبه برام، برای اینکه اون پدر مادر حالا یا اطرافیانی که همین که میاد خودش، همین که میاد با تو حرف بزنه، خودش یه قدم خیلی بزرگه، یعنی نصف راه رفته. منم همین میگم، همیشه اینو میگم، اگر کسی آردی داره به من پیام میفرسته، داره از من سوال میپرسه، یعنی خیلی آردی اومده جلو، خیلی واسه من مهمه و من اینو میدونم. آره، 100%. شاندیس خیلی هم آدم سپریچوالی هستی. بردم. اصلا میگی سپریچوال گاید، سپریچوال گاید چیه؟
والا من دوست دارم کمک کنم به دیگران دوروبری های من، مخصوصا سن سال خودم که نمیفهمن، نمیدونن چی کار کنم با زندگیشون. همه گم و ناامید و خسته و you know everyone's just anxious and burnt out. مخصوصا تو کمیونیتی کویر و کمیونیتی ترنس همه خوب میبینن دنیا ازشون بعد میگه، قانونای هی پس میکنن ضد زندگی ترنس و خیلی ناراحت کننده است و اخبار نگاه میکنی میبینید دنیا اصلا زیر رو شده، هیچی دیگه خوب نیست و ناامیدی خیلی مشکل بزرگیه برای جنریشن من. و من از طرف spiritual guidance کمک میکنم که به بچه ها امید نشون بدیم زندگی میتونه زیبا باشه، اتفاقا زیبا هست. و فکر نکنم کسی داره به بچه های کویر و ترنز این حرف میزنه، بیشتر دارن میگن که مثلا ما از، یعنی میگن که نه آدم بدی هستی، این کار بدیه، تو مثلا هیچ وقت تو عمرت عشق پیدا نمی کنی، کار زندگی نمیتونی بکنی با اینجور زندگی و با اینجور قیافه. و واسه من اینا شنیدم، 20 سال اینا رو شنیدم، 25 سال اینا رو حرفا رو شنیدم، ولی خودم با spiritual thought, you know, I actually learned life is beautiful. و هیچ کی نمیتونه این از من بگیره. وقتی که این بود یا یه چیزی بود که جدید بود برات یا قبلا هم بود باهاش این با این spirituality زندگی میکردی؟ فکر کنم من همیشه با خدا I had connection. هیچ کسی یعنی نمیگفت برو با خدا حرف بزن، یعنی هیچ کی مثلا دعا بخون اینا رو نمیگفتن تو گوش من، ولی خب من از یه راهی فکر کنم بچه‌ها که به دنیا میان they have a connection with God, you know. و من فکر کنم برای اینکه کویر بودم، برای اینکه ترنس بودم، برای اینکه کل زندگیم was in secret, I had to talk to God. یعنی مجبور بودم از یه طرفی با خدا حرف بزنم، من هیچ کی دیگه نمیتونه باشه که باش حرف بزنی. آره. یه نفر بود که باش حرف بزنی. و چقدر خوب، چقدر خوبه، برای اینکه این خیلی نگرد داشته. وگرنه متاسفانه خودت بیشتر از من میدونی که چقدر اتفاقای بد میفته به خاطر lack of this connection. الان دیگه یه ساعت با همی میخوام یه سال بپرسم و بعد اگه تو چیزی میخوای اضافه کنی. چطور چجور مردی هستی برای یه پارتنرت؟ That's a big question. That's a huge question. That's a big question. I spent many years توی gender studies که خوندم خیلی راجب gender توی گروه ایرانیا. You know, what is Iranian masculinity? What is Iranian femininity? And in more specific, همین که میپرسی What is Iranian trans masculinity, right? برای اینکه ما خیلی example نداریم. من I don't have examples of trans masculine adults in my life. خب من دایی داریم، پدر داریم، عمو داریم، شوهر خاله دارم، ولی you know, I don't have an example of یعنی یه representation نداشتی که یه model نداشتی. Right. Yeah. و آره واسه من خیلی مهمه که چیزای bad رجب، یعنی the bad parts of being a man I don't reproduce. That's very important to me. Yeah. حالا هر جون میخوای ترجمه بکنی، خیلی واسه من پوینت نگرانی بود که نمیخوام، yeah, I don't want to be, you know, I don't want to be sexist. A man in a way that hurts yeah, the sexist, woman in my life. Macho, violent. یعنی مردونگی برات این نبود که وایلنت باشی و خود چیز دیگه هست؟ سوالی هست که من نپرسیدم؟ والا ما دیگه هرچی به همه رو گفتیم، ایشالا خودشونه برسه. دمت گرم شاندیز. اول اینکه خیلی خوشحالم که بالاخره دیدمت، بعدشم واقعا مثل اسمت خیلی شکوهمندی، خیلی عظمت داری، دمت گرم و ادامه بده اگه از ما دست ما هم کاری برمیاد بگو. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. ریل آی لایک. آره میبوسمت. مرسی. خدافظ. 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 خدافظ.